اگر برای دوربین و لنز حسابی خرج کردید دیگه و نمیتونید گیمبال بخرید، شاید همین دوربین کافی باشه تا تصاویر بدون لرزش ثبت کنید. این تصاویر رو ببینید، همشون بدون گیمبال ثبت شدن. اما راز کار چیه؟ تو دوربین های جدید سونی یک ژیروسکوپ قرار داده شده که میتونه حرکات دوربین رو ضبط کنه که بعد از تصویربرداری با نرم افزارهای مخصوص میشه این حرکات رو خنثا کرد. اما شاید فکر کنید این کار تو نرم افزارهای ادیت به راحتی انجام میشه، اما اگر حرفه‌ای این کار باشید میدونید اون وارپ استابلایزر پر از خطاه. برای استفاده از این روش در زمان تصویربرداری باید دو مورد رو رعایت کنید. استدی شات رو حتما آف کنید، از سرعت شاتر بالا استفاده کنید، حداقل 4 برابر فریم ریت، تا در لرزش‌های ناگهانی تصویر شما مات نشه. حالا میتونید تصویرتون رو تو نرم افزارهای مثل کاتالیز بروز و یا جایروفلو لرزش‌گیری کنید و یک تصویر اسموت و نرم داشته باشید که من قبلا آموزشش رو توی یوتیوب گذاشتم، هم جایروفلو هم کاتالیز بروز. واتساپ رفقا، امیدوارم حالت خوب باشه. من بهزادم و این کانال کانال خود شماست. خیلی خوشحال میشم که من رو توی این کانال همراهی بکنید. ما تا اینجا یک حرفایی رو زدیم که بچه‌ها یوتیوب ممکنه قبلا توی ویدیوهای من شنیده باشن راجع به استابلایز کردن تصویر توی دوربین‌های سونی بعد از تصویربرداری بدون اینکه خطایی در استابلایز رخ بده، اون خطایی که توی نرم افزارهای ادیت ما شاهدش هستیم. خب این تا اینجا که قبلا ممکنه شنیده باشید، اما اینجا به بعد قرار حرفایی بزنم که خیلی خیلی جالب تره. خب اینجا یوتیوب، به هر حال ما باید یه چیزای بیشتری به بچه‌های یوتیوب یاد بدیم. اول بریم سراغ اینکه آقا ما از این روش استابلایز کردن تصویر همیشه باید استفاده کنیم و گیمبال رو فراموش کنیم؟ خیر. چرا خیر؟ چون این روش دو تا ایراد داره. ایراد اول اینه که در زمان تصویربرداری ما مجبوریم سرعت شاتر رو بالاتر بگیریم تا تو لرزش‌های یکویی تصویر ما مات یا بلر نشه. خب و وقتی این کار رو انجام میدیم، طبق ویدیو گذشته ای که من لینکش رو میذارم اینجا برید ببینید، قانون 180 درجه شاتر رو رعایت نمی کنیم و سرعت شاتر رو بالاتر میذاریم و وقتی این کار رو میکنیم، خب اون بلر رو در واقع محو شدگی طبیعی فیلم از بین میره. اگرچه میتونیم توی نرم افزارا تا یه حدیشو جبران کنیم با نرم افزار، ولی به صورت مصنوعی. نکته دوم اینه که خب تصویر ما کراپ میخوره. وقتی تصویر کراپ میخوره شما محدود میشید، هم کیفیت تصویرتون یک جورایی کمتر میشه و همین که اون کراپه ممکنه باعث بشه کادربندی شما از بین بره. پس این روش جایگزین گیمبال نیست، اما جایی که مجبور شدید و گیمبال نداشتید میتونه کمک کننده باشه. آقایون و خانمای محترم، من باید یک نکته خیلی خیلی مهم در مورد استفاده از دو تا نرم افزار کاتالیز بروز و جایروفلو خدمتتون عرض کنم. من این دو تا نرم افزار رو یاد دادم، لینکشو میذارم اینجا برید ببینید، هم کاتالیز بروز هم جایروفلو. کاتالیز بروز برای خیلی قدیم تره و جایروفلو برای جدید تره و نحوه استفاده از این نرم افزار کامل آموزش داده شده. اما یک نکته ای داره، من در هنگام استفاده از کاتالیز بروز متوجه شدم غیر از اینکه شارپیشو کم کرد، تصویر 10 بیت رو به من 8 بیت تحویل داد، از اون برم بالای 60 فریم هم اصلا قابل انجام نیست، یعنی 120 فریم هم اصلا انجام نمیده، تا 60 فقط این کار رو انجام میده. و خب خود نرم افزار کاتالیز بروز هم فقط یک نرم افزاره، باید در واقع ویدیو رو بهش بدی و ازش خروجی بگیری، خب تو پست پروداکشن اذیتت میکنه دیگه. ولی خب تو جایروفلو اینجوری نیست. جایروفلو در واقع شما هم خود نرم افزار هست، هم به صورت یک ادا روی داوینچی نصب کنید، روی پریمیر هنوز نیومده ولی قراره بیاد فکر میکنم، میتونید روی داوینچی نصب کنید، روی فاینال کات میتونید نصبش کنید و به صورت یک ادا استفادهش کنید تو خود نرم افزار ادیتتون دیگه، نری توی نرم افزار دیگه خروجی بگیرید بعد اون ویدیو رو بیاد استفاده کنید، یعنی تو پست پروداکشن کارتون رو راحت تر میکنه. بعد جایروفلو کیفیت رو کم نمیکنه، 10 بیت و 10 بیت همونجوری نگه میداره. اما این نقاط ضعف کاتالیز بروز برای نرم افزار رایگانشه. ما یه کاتالیز پریپر هم داریم که نرم افزار پولی سونیه و غیر از اون میتونه یه ادال هم روی پریمیر دست باشه که اونم پولیه که کیفیت رو کم نمی کنه، 10 بیت و 8 بیت نمی کنه و خب خیلی خوب کار را میندازه ولی پولیه. ولی اگر خواستید از این حالت استفاده کنید، توصیه من اینه که اگر از پریپر استفاده نمی کنید و اون رو نخریدید، بیایید از جایروفلو استفاده کنید که هم کیفیتتون کم بشه، هم 10 بیتتون رو 8 بیت نکنه، هم تو خود نرم افزار ادیتتون دسترسی داشته باشید، نه اینکه برید
توی نرم افزار دیگه ادیت کنید، در واقع خروجی بگیرید و بیارید توی نرم افزار ادیتتون استفاده کنید. دکته خیلی خیلی مهمی بود که من تو دوتا ویدیو بهش اشاره نکردم یا تو تجربیات بعدی به دست آوردمش. خب شاید پیش خودتون فکر کنید که در لحظه تصویربرداری دوربینای سونی مگه نمیتونن لرزش دست رو بگیرن و نمیتونن تصویر بدون لرزشی تولید کنن؟ چرا؟ این قضیه توی دوربینای سونی کم کم بهتر شده و داره بهتر هم میشه. ما از منوی استدی شات میتونیم توی دوربینای سونی برای این کار استفاده کنیم که گزینه‌های مختلف مثل آف داره که میتونی خاموشش کنی، میتونی استاندارد استفاده کنی، میتونی اکتیو استفاده کنی یا داینامیک اکتیو که تازگی روی دوربین ZV-E1 اضافه شده. اما تفاوت اینا چیه و فرقش با این روشی که من در اول ویدیو گفتم چیه؟ خیلی به اینجا دقت کنید چون توضیحاتی میخوام بدم که هیچ جا پیدا نمی کنید. قبلش بذارید راجع به IBIS حرف بزنم. IBIS چیه؟ یا همون این بادی ایمیج استابیلیزیشن. این در واقع یک حرکت مکانیکیه که همین اطلاعات جیروسکوپ رو میخونه، سنسور رو برخلاف حرکت دست شما بر اساس اطلاعات جیروسکوپ حرکت میده تا به صورت مکانیکی لرزش دست شما رو بگیره. اما لرزش های میکرو، نه لرزش های خیلی زیاد، واقعا لرزش های میکرو، همین قدی که دست من داره میلرزه. این از IBIS. حالا بریم سراغ منوی استدی شات. توی منوی استدی شات اگر آف بذاریم، در واقع ما تمام سیستم لرزشگیری دوربین رو خاموش کردیم، حتی IBIS هم خاموشش میکنیم. اما حالت استاندارد چی میگه؟ حالت استاندارد میگه اگه دوربین IBIS داره استفاده میکنم، اگر لنزتون OSS داشته باشه هم استفاده میکنم. ممکنه یه سری از دوربین ها IBIS نداشته باشن، مثل همین دوربین ZV-E10 مارک 1 و مارک 2 که IBIS نداشتن. اونجا میومد میگفت اگر لنزی دارید که OSS داشته باشه، من این منو استاندارد رو براتون فراهم میکنم و روشن میکنم. OSS هم همون در واقع اپتیکال استدی شاتیه که تو روی لنز هست که میتونه لرزش رو بر اساس تغییر لنز بگیره. پس این از استاندارد. میریم سراغ اکتیو. در حالت اکتیو لرزش دوربین به صورت دیجیتالی گرفته میشه. این که به اطلاعات جیروسکوپ نیاز داره یا نداره رو خیلی مطمئن نیستم، چون حالت سومی وجود داره به نام داینامیک اکتیو. در حالت داینامیک اکتیو در واقع دوربین یه تنه داره کار ثبت حرکات با جیروسکوپ و لرزشگیری اون رو با پروسسور خودش انجام میده، همون کاری که در اول ویدیو گفتم. ما میاییم با جیروسکوپ ثبت میکنیم حرکات رو، بعد میبریم تو نرم افزار مثلا کاتالیز بروز یا جایروفلو و لرزش رو میگیریم. اما توی ZV-E1 در واقع اومده این اطلاعات جیروسکوپ میده به پروسسور، پروسسور همونجا تصویر رو بدون لرزش به شما تحویل میده. که حالا هم توی اکتیو ما یک کراپی داریم، یعنی هر دوربینی تو اکتیو یک کراپی داره، تو داینامیک اکتیو هم یک کراپی داره. پس در چهار حالت، یکی آف داریم که همه چی خاموشه، یکی استاندارد داریم که میتونه IBIS کار کنه به اضافه OSS، یکی اکتیو داریم که دیجیتالی لرزش رو میگیره، همچنان IBIS هم توش کار میکنه ها، و یکی داینامیک اکتیو داریم که IBIS همچنان کار میکنه و اطلاعات جیروسکوپ و پروسسور خودش تبدیل میکنه به یک تصویر بدون لرزش. این چیزی بود که میتونستم در مورد این چهار تا بهتون بگم. حالا نکات خیلی ریزی هست که باید بهش گوش کنید. حالا کی بذاریم آف، کی بذاریم استاندارد، کی بذاریم اکتیو، کی بذاریم داینامیک اکتیو. ببینید، آف در صورتی بذارید که میخواید از این روش استابلایز کردن که اول ویدیو گفتم استفاده کنید، یعنی تصویر بگیرید بعد ببرید تو نرم افزارها اونجا استابلایزش کنید. البته بعضی لنزها آف نباید بذاریم، باید حالت استاندارد بذارید، خیلی خاصن، ولی معمولا روی آف جواب میده. دوم اینکه کی از استاندارد استفاده کنید. به یقین میگم حتی روی سپایه، روی گیمبال و اکثر مواقع و کلن آدم های حرفه‌ای از حالت استاندارد استفاده میکنن، یعنی IBIS یا OSS، و حتی روی سپایه هم از این حالت استفاده میکنن، چون زمان زدن شاتر دوربین ممکن یه لرزشی داشته باشه. تو گیمبال هم خیلی ها میگن آقا استابلایزر رو تو IBIS رو تو یا استابلایزر رو توی دوربینتون آف کنید. این درست نیست، این یک فکت بسیار بسیار اشتباهه. رو گیمبالتون باید استابلایزرتون در حالت استاندارد باشه. مواقعی هم حالا میگیم تو اکتیو که جلوتر بهش اشاره میکنیم. پس استاندارد آدمای حرفه‌ای استفاده میکنن که از هم از IBIS استفاده کنن، هم از OSS روی لنز، هم IBIS سنسور هم OSS روی لنز. خب
بریم سراغ اکتیو. کی از اکتیو استفاده کنیم؟ اکتیو وقتی میخوایم روی دست فیلم بگیریم و در واقع نمیخوایم بعداً ببریم روی کاتالیز پروز مثلا ارزش گیری کنیم، از حالت اکتیو استفاده کنیم که به صورت دیجیتال این کار انجام میده. به صورت دیجیتال یک کراپ میخوره تصویرمون و در افزار در واقع پروسسور میاد یک کراپی میزنه و به صورت دیجیتال تصویر رو استابلایز میکنه. این از حالت اکتیو. به حالت عقب رفتن و جلو رفتن دوربین اکتیو استفاده میکنیم. بعضی موقع هایی که لنز های تله روی گیمبال میبندیم، مثلا 70-200 مثلا 200 میبندم مثلا روی گیمبال و بعد میخوام تصویر بگیرم، حالت اکتیو اونجا کمک کننده است، مخصوصا تو حالت تراک زدن با سوژه. اما حالت اکتیو هم یه ایرادایی داره. توی پن زدن وقتی از حالت اکتیو استفاده می‌کنید تصویرتون پرش پرش میشه، میپره. و اینو یادتون باشه، اگر تصویرتون پرش پرش زده در حالت پن زدن بدونید اکتیوه. و خب تو اکتیو هم گفتم یک کراپ می‌خوره. بریم سراغ داینامیک اکتیو. هنوز رو دوربین‌های خیلی کمی از سونی اومده، فکر کنم فقط روی زد وی ایوال هست، دوربین دیگه ای حافظم نیست که حالت اکتیو داشته باشه. اگر هست شما تو کامنت به من بگید ما کی بیایم از اکتیو استفاده کنیم. بچه‌ها کسی که ولاگ تهیه می‌کنن و می‌خوان از خودشون تصویر بگیرن، حالت اکتیو خیلی کمک کننده است، چون یه سپایی‌های خود سونی داده که توش باشه، از ریبوت هم می‌تونید باش کار کنید. در واقع اون سپایی رو می‌گیرید جلوی صورتتون با دوربین بدون اینکه بخواید از استابلایزر استفاده کنید. در حالت اکتیو خیلی جواب میده که به صورت لوگ گرفتن بتونید استفاده کنید. اونم کراپ میخوره. و یادتون باشه حالت اکتیو و حالت داینامیک اکتیو حالت حرفه‌ای تصویربرداری نیستن و آدمای حرفه‌ای با این دوتا تصویر نمیگیرن. اینها فقط شرایطی ایجاد کردن که اگر گیمبال نبود یا بخواید ولاگ تهیه کنید دستتون خسته نشه و از این حالت استفاده کنید. یه نصیحت از تصویربردارای بزرگ سینما، هر چی تجهیزاتتون سنگین‌تر باشه تکونتونم کم داره. خدا نگهدار.